برهه‌ای از تاریخ که اعراب داشتن پیش می‌رفتن، کار به جایی رسید که از طریق شمال غرب آفریقا وارد اروپا شدن و تابستون سال 732 میلادی رفتن به سمت مرزهای فرانکا. اعراب داشتن سمت شهر تور می‌رفتن. تو مسیر اتفاقی پیش اومد که میتونیم بگیم تأثیر زیاد و مؤثری رو تغییر روند تاریخ داشت. تو اون بازه خرطوخری اروپا، فرانکا فهمیدن که تنها امید نجات اروپا و مسیحیت هستن. این خانمه داره حد این چی داره خوش اومد و قسمت جدید مورخ پارسی. تو این قسمت میخوایم در مورد نبرد معروف تور صحبت کنیم، نبردی که واسه مسیحیت مقدس حساب میشه، چون به نوعی ادامه حیات این دین مدیون این نبرده. اگه هنوز روز به این خانواده نشدی، خودت ضرر میکنی، چون اینجا داریم با تاریخ اشبازی میکنی. دکمه بیلاخ رو به بالای لایک و افشورده نما، کامنت هم جر بدی، کمک بزرگی به رشد کانال کردی. پرحرفی نمی کنم، بریم سراغ این قسمت. بعد اینکه اعراب تو میان رودان و ایران و بخشی از آسیای کوچیک و شمال آفریقا نفوذ کردن، میشد حدس بزنی که هدف بعدیشون ترویج اسلام تو اروپا بوده. اعراب واسه ورود به اروپا دو تا راه زمینی داشتن، یکی تنگه های آسیای کوچیک مثل تنگه داردانل یا هلسپونت، همون مسیری که خشایارشاه بزرگ واسه ورود به اروپا و فتح آتن استفاده کرد، یه راه دیگه هم تنگه جبل الطارق. راه اول با اینکه از نظر نزدیک بودن و رفت و آمد بهتر بود، ولی یه سد محکمی داشت به اسم بیزانس یا همون روم شرقی. اون زمان بیزانس تا لایه درگیر خرطوخری خودش بود، مشکلای دیگه هم داشت. خیلی سالم بود با همین اعراب درگیر بودن، یه سری نبردا رو می‌بردن، یه سری هم شکست خوردن مثل نبرد یرموک. با وجود همه این داستانا بیزانس خودش رو حفظ کرده بود و بازم به عنوان یه قدرت منطقه حساب می‌شد، هرچند رد پایین. و می‌بینیم که تا زمانی که عثمانی‌ها بیان، بیزانس سر پا بوده. پس راه اول ورود به اروپا واسه اعراب مسدود بود و مجبور بودن از راه دوم استفاده کنن، تنگه جبل الطارق. یه ارتش از اموی از این تنگه عبور میکنه. تو شبه جزیره ایبری ویزیگوت ها حکومت میکردن، دولتی که بعد سقوط روم غربی جون گرفته بود. زمان حمله عربا شاه ویزیگوت ها کسی بود به اسم کینگ رودریک. با اینکه اوضاع مناسبی نداشتن، یه ارتش دست پا شکسته جور میکنه، میره واسه دفاع و طی نبرد گوادالته شکست میخوره، خودش هم کشته میشه. اوموی ها 711 میلادی از تنگه رد شدن، تقریبا 7-8 سال طول کشیده همین یه چوسه جزیره رو بگیرن. بعد اسی آقای اسکندر 1000 سال قبلترش 3-4 ساله از مقدونیه رفته وسط آسیا. تا سال 718 میلادی ایبری به جزی منطقه شمالیش فتح میشه. مرز بین این شبه جزیره و وسط اروپا با کوههای پیرنه جدا شده بود که پشت این کوها تو اون زمان میشد امپراتوری فرانک. هنوز به اوج قدرت خودشون نرسیده بودن، ولی خب بازم جزو خفنای اروپا حساب میشدن. غرب کوههای پیرنه یه راه هموار ورودی داشت که میخورد به ایالت آکتین و دست دوکی بود به اسم اودو. ایالت آکتین جز فرانکا بود، ولی این دوک اودو اصرار داشت که مستقل باشه. تا سال 721 این دوکه با اومویای چند باری میجنگه، توی یه سری نبردا شکست میخوره، چند تا شهر هم از دست میده، توی یه سری نبردای دیگه با کمین گذاشتن میتونه موقتی جلوی پیشروی اعرابو بگیره. به همین روال میگذره تا میشه تابستون 732 میلادی. عربا اروپا رو یه حریف ساده فرض کردن، چون هم شناخت آنچنانی نداشتن و هم نسبت به اخباری که این چند ساله گرفته بودن میدونستن که خود اروپایی‌ها دارن با هم دیگه می‌جنگن. عبدالرحمن قافقی حاکم اندلس و کوردوبا یه ارتش جور میکنه و دوباره از غرب کوههای پیرنه رد میشه و حمله میکنه به شهر بوردو که الان هم تو فرانسه است و خیلی ایزی میزنن شهر رو میترکونن. دوک اودو دوباره میره واسه دفاع، ولی این سری دیگه ارتش اعراب مثل حمله های قبلیش نبود. شناختشون رو منطقه بیشتر شده بود، تونسته بودن کلی اسب بیارن و بخش بزرگی از سپاهشون شده بود سوار نظام. اودو با سپاهش تو نبرد رود گارون
خارش به فنا میره و شکست سختی میخورن. این آقای اودو سر استقلال ایالتش با دولت مرکزی فرانک مشکل داشت، ولی چون خطر حمله عربا رو فهمیده بود، پا میذاره رو غرورش، میره سمت شمال پیش شاه فرانکو به اسم شارل مارتل. نقش اول داستان، شارل اصلا پخ به مخمم و ببو گلابی نبود، آدم با تجربه تو جنگ حساب میشد و سر درگیریایی که با قبیله های خونریز اطراف داشتن ارتشش هم دیگه آب دیده شده بود. اودو میاد قضیه رو برای شارل تعریف میکنه و شارل هم زود متوجه میشه که آره واقعا قضیه جدیه و اگه آکتین کامل سقوط بکنه بعدیش نوبت خودشه. پس نگفت به من چه، هر وقت اومدن یه کاری میکنیم، به فکر افتاد تا هر چی زودتر جلو عربا رو بگیره. مشکلات داخلی رو کنار گذاشت و با اودو متحد میشه. اونور ارتش عرب آروم آروم داشتن پیشروی میکردن، چون هر جور میدیدن وای میسادن واسه غارت، خودشون هم تا گردن از غنیمت خفه کرده بودن، سنگین شده بودن و از یه طرف دیگه واسه تامین غذا مجبور بودن صبر کنن، از محصولای محلی استفاده کنن. این موردا وقت خرید واسه شارل تا بتونه یه ارتش دست و پا کنه. هدف فرمانده اعراب یعنی قافقی شهر تور بود، شهری که به خاطر کلیسا و صومعه سراهایی که داشت معروف بود تو منطقه که خیلی ثروتمنده. اعراب تو مسیر شهر تور بودن که با ارتش بزرگی از فرانکا روبرو میشن. قافقی با خودش میگه ما تو زمین حریف داریم میجنگیم، بیشتر نیروهام هم که سوار نظامه، پس بهتر اینه که محل نبرد رو من انتخاب کنم و اولویتم یه جای فضا باز باشه که سوار نظام بتونن یوتمه برن صفا کنن. نیروی اصلی اعراب سوار نظام سنگین اسلحه بود، نیرو اصلی فرانکا پیاده نظام سنگین اسلحه بود که با چند تا دسته سوار نظام و پیاده سبک هم حمایت میشد. شارل میاد نیروهاشو روی یه تپه لای درخت ها میذاره که ته ارتشش معلوم نباشه و دشمن نفهمه کمترن. میدونست اگه کل سوار نظام عربو حمله کنن احتمال شکست خوردنش زیاده، برای همین اومد نیروهاشو اینجوری چید تا احتمال اینکه عربو با کل سربازشون یهو حمله کنن رو کمتر بکنه. موقعیت دفاعی شال خوب بود، زمین بلندتره رو داشت، واسه همین اصلا نمیخواست حمله کنه چون جای خوبش رو از دست میداد. تا یه هفته دو طرف نماینده میفرستادن، به هم بیلاخ نشون میدادن، فوش میدادن، میگفتن برو خونهتون پدستک، چش تو چش میکردن، ولی دعوا نمیشد. قافقی هم میدونست که نمیتونه زیاد صبر کنه، اگه جنگ طولانی میشد کار به زمستون اروپا میکشید. عربا بودن که با لباسای سبکشون نفله می شدن. بالاخره قافقی به برتری سوار نظام سنگین اصلش اعتماد می کنه و دستور حمله رو میده. ولی بازم سر اون که نمی دونست ته ارتش فرانکا کجاست و نیروهاشون چقدر، با احتیاط حمله می کرد، یعنی نقشه شال گرفته بود. هدف اول سوار نظام عربا شکوندن صف دفاعی فرانکا بود، ولی پیاده نظام سنگین اسلحه فرانکو از قاچ مایه گذاشتن و نذاشتن صف بشکنه. کلا وقتی پیاده با سوار روبرو میشه شانس برنده شدن و اکثرا واسه سوار نظام میدونن، به جز وقتی که پیاده نیزه دار باشه. واسه همین مورخا این دفاع پیاده های فرانکو یکی از حرکت های خفن قرون وسطا میدونن و اصلا همین که سربازای فرانک به حرف شارل گوش داده بودن و پیاده وایستاده بودن جلو سواره، این نشون میده که چقدر به تاکتیکاش اعتماد داشته. بعد چند سری حمله اعراب بالاخره تو چند تا نقطه صف دفاعی فرانکو میشکنه و قافقی امیدوار میشه که آخ جون داریم میبریم، ولی شارل یه صف دیگه از پشت رو میکنه و دوباره خط رو تقویت میکنه و حمله اعراب خونسا میشه. وسطای جنگ بود که یوهو دوک اودو شاسکولش میزنه بیرون و در یک حرکت خفتالانس و ریسکی سوار نظام فرانکو رو بر میداره، محل نورد رو دور میزنه و حمله میکنه به اردوگاه عرب. اونایی که اونجا بودن رو میکشه، همه ی اون غنیمتایی هم که عرب جمع کرده بودن رو پس میگیره. حرکتی که اصلا رو روند جنگ تاثیر مستقیم گذاشت. خبر میرسه به محل جنگ که آقا شورت و کلا کن، این غنیمتا رو بردن. یه سری از عربا میخواستن برگردن غنیمتاشون رو پس بگیرن. اینجوری تو ارتش قافقی شکاف میفته و دقیقاً چیزی بود که شارل میخواست. حالا دستور حمله از سمت شاه فرانک صادر میشه. بیشتر ارتش عربا
همراه با خود رحمان قافقی کشته میشن و یه بخشیشون هم فرار میکنن. شارل از ترس اینکه یه موقع واسش کمین گذاشته باشن دشمنو تعقیب نمیکنه. نیروهاشو برمیگردونه، میگه یکم به خودتون برسید و واسه فردا آماده بشید. ولی فردای اون روز دیگه خبری از جنگ نبود. خبر آوردن که اردوگاه دشمن خالیه و اعراب فرار کرده بودن و پیروزی به اسم فرانکو ثبت میشه. بین مورخ‌ها اختلاف نظر هست که شارل فقط حمله یه دسته از اعراب خونسا کرده یا جلوی سقوط اروپا رو گرفته. بین این اختلاف هست. نتیجه گرفتن از اتفاقی که نیفتاده همراه با اما و اگره. اگه شارل شکست میخورد معلوم نیست دقیقا چی میشد، ولی خب مسلماً یکی از تئوریایی که میشه در نظر گرفت اینه که تا حد زیادی مسیحیت ضعیف میشد و شاید الان بخش بزرگی از اروپا مسلمون بودن. بعد این پیروزی خبرش تو اروپا میپیچه که شاه فرانکا جلوی سقوط اروپا رو گرفت، بهش لقب مارتل میدن و تبدیل میشه به شخصیتی معروف و مقدس تو دین مسیحیت. امیدوارم از این قصه استفاده کرده باشید. با لایک و کامنت و فرستادن واسه بر بچه اگه دوست داشتید از کانال حمایت کنید. مرسی که صدای بنده رو تحمل کردید. دیگه ارزی نیست. بدرود.